دغدغه ما ایرانی ها و شاید تنها هدفی که برامون تو 20 سال اول زندگی ست کردن درس خوندنه. مادر و پدرها به روش های مختلف تشویقی و تنبیهی تلاش میکنن تا بچه هاشون رو ترغیب بکنن درس بخونن. هزینه میکنن، مدرسه های خوب پیدا میکنن و همه امیدشون اینه که بچه ها بتونن آیندهی بهتری داشته باشن. بازار کنکور داغه، تلاش برای ورود به دانشگاه ها میبینیم توی بچه ها و قله کنکور رو که فتح کردن درگیر یک نامشخصی برای آیندهشون میشن. درگیر یک روزمرگی که نمیدونن آیندهشون چه شکلی میشه. دانشگاهو که پشت سر گذاشتن مواجه میشن با کوله باری از کتابایی که خوندن، درسایی که پاس کردن، جزوه هایی که نوشتن و هیچ کدوم از اینا لزوماً آیندهشون رو تضمین نمیکنه. میدونید سطح تحصیلات توی کشور ما به نسبت بالاست. ما رتبه اول چاپ مقالات رو توی آسیا داریم. رتبه 16 رو توی دنیا داریم. پنجمین تولید کننده مهندس هستیم توی دنیا از نظر تعداد. و با وجود سطح بالای تحصیلاتی که توی کشورمون وجود داره و در حالی که مدیران دانشگاه ها به نبوغ ایرانی دارن افتخار میکنن و اینکه چقدر راحت بچه ها دارن از دانشگاه های خارج از کشور ادمیشن میگیرن میرن، مدیران شرکت ها دارن مینالن از سطح مهارت بچه ها، از سطح تسلطشون، تخصصشون و حتی روابط کار که چیز زیادی ازش نمیدونن. مدیران شرکت ها ادعا میکنن بچه هایی که دارن از دانشگاه در میان تقریبا هیچی نمیدونن و حتی نمیدونن که چی میخوان. و با توجه به همه این شرایطی که وجود داره، سوالی که برامون پیش میاد این که واقعا ارزش رو داشت اینقدر درس خوندم؟ ارزش تمام اون شب و روزایی پر از استرس رو داشت؟ و یا ارزش رو داشت که تنها هدفم باشه توی این 20 سال؟ من با گذشت همه این سالهایی که از تحصیلات آکادمیکم میگذره و با تجربه‌ای که تو این 16-17 سال در زمینه استخدام متخصصین توی شرکت‌های ایرانی و خارجی کسب کردم و با تحقیقاتی که در زمینه اشتغال و بازار کار انجام دادم تو این سالها به این نتیجه رسیدم که اصلا برداشت من از آموزش اشتباه بوده. و فکر میکنم مکمل‌هایی در کنار آموزش آکادمیک وجود داره که اگر این مکمل‌ها در کنارش نباشه اصلا فرایند آموزش کامل نشده. و دوست داشتم نگاه خودم رو با شما شیر کنم. اولینش، اجازه بدیم اهداف ما آموزشمون رو شکل بدن. ببینید ما زمانی که وارد دبیرستان میشیم اولین چیزی که بهش فکر میکنیم اینه که خب چطوری میتونیم وارد دانشگاه بشیم. دیدیم مادر پدر وقتی میخوان مدرسه انتخاب بکنن برای بچه های دبیرستانی، اولین سوالی که از مدرسه میپرسن که ریت قبولی کنکور چطوره. وقتی درسامون رو شروع میکنیم از همون سال اول شروع میکنیم به تست زدن. من اصلا نمیگم این اتفاق خوبیه، نمیگم این یک ارزشه. چیزی که میخوام بگم اینه که با میشنی که برای 4 سال بعد ست میکنن تازه به این فکر میکنن که اوکی پس الان من باید چطوری این 4 سالم رو بگذرونم. در واقع نقطه اثرگذاری درسی که امروز سال اول و دوم و سوم و چهارم دبیرستان میخونن رو در قبولی کنکورشون در ورود به دانشگاه میبینن. ولی واقعیت اینه که وقتی وارد دانشگاه میشیم چنین میشنی نمیبینیم. وقتی وارد دانشگاه میشیم به این فکر نمیکنیم که نقطه اثرگذاری درسی که امروز من میخونم کجاست. منی که این درس رو میخونم با کسی که این درس رو نمیخونه چه تفاوتی قرار داشته باشه؟ و واقعیت اینه که همه ما احتمالاً دیدیم اطراف خودمون یا شاید حتی خودمون که این درس رو خوندیم، تحصیل تکمیلیش هم طی کردیم، حتی وارد یه شغلی شدیم و بعد متوجه شدیم که اصلا این اون رشته ای نیست که من دوست داشتم. این اصلا کاری نیست که من دوست داشته باشم انجام بدم. شاید برای این اصلا آفریده نشدم. یه تحقیق خیلی جالبی ترند کوچ انجام داد روی یکی از بهترین دانشگاه‌های کشورمون ارزیابی که بین فارغ التحصیلانش انجام دادیم. یکی از نتایجی که نشون داد این بود که حداقل 10% فارغ التحصیلان بعضی رشته‌ها و حداکثر 70% فارغ التحصیلان رشته‌های مختلف حالا مهندسی در گروهی که گروه هدف بودن ادعا می‌کردن شغلی که من دارم ربطی به تحصیلاتم نداره. باز به این کار ندارم که
علتی که بچه‌ها همچین برداشتی داشتن اینه که اصلا تقاضایی برای اون رشته در بازار کار وجود نداره یا اصلا اینا شناختی نسبت به بازار بعدش نداشتن. چیزی که میخوام بگم اینه که اگر میدونستن قراره بعد از 4 سالی که اون درس خوندن یا حالا حداقل 4 سالی که میخوان درس بخونن قراره بعدش چه دنیایی منتظرشون باشه، حداقل اتفاقی که میافتاد اینه که اون چیزی که شروع میکردن به درس خوندن در موردش و آموزش در حوزه اون میدیدن مرتبط میشد با علایق بعد از پایان آموزششون. این حداقل اتفاقش بود. ولی در این حال اگر میدونستن اون فضایی که میخوان بعدن واردش بشن مورد علاقهشون هست، دوستش دارن، برای اون ساخته شدن، میتونستن فرایند تحصیلشون هم شکل بدن، میتونستن پروژه هایی که در حین دانشگاه برمیدارن و به اصطلاح خودشون پروژه های دانشجویشون هست میتونست مرتبط باشه به بعد از فارغ التحصیلشون، میتونست یه دردی رو از صنعت حل کنه، حتی ممکنه علاقه من به پژوهش های آکادمیک باشن، اوکی در همون راستا میتونستن برش دارن. به هر حال این که بدونن میشنشون بعد از پایان تحصیلاتشون چی هست و نقطه اثرگذاریش چی هست هم در شروع و در مسیر آموزش قطعا تاثیرگذار میتونست باشه و با انگیزه بیشتری میتونستن درس رو بخونن. دوم، به هر قیمتی شده تجربه کسب کنن. به هر قیمتی شده تجربه کسب کنیم. من یادم چند ماه پیش مدیر ارشد یه شرکتی اومد پیش من، یک از شرکت‌های خیلی موفقی که توی ایران داره فعالیت میکنه و من میگم من دنبال استخدام یه کارشناس حقوق هستم، یا زبان انگلیسیش یا زبان عربیش باید خیلی کامل باشه، قدرت مذاکره خیلی خوبی باید داشته باشه، صنعت منو بشناسه که تو مذاکرات بین‌المللی بتونه ریسکا رو پوشش بده و امتیازات لازم رو بتونه بگیره. و در حالی که من داشتم سرچ میکردم که یه رزومه مرتبط با همه این ویژگی‌ها و توانمندی‌ها پیدا بکنم، با خودم داشتم فکر میکردم کدوم دانشگاه یا مؤسسه آموزشی میتونه این همه مهارت رو در یک شخص ایجاد بکنه، به جز این که این شخص بتونه در این شرکت یا امثال این شرکت در چنین پوزیشنی قرار بگیره و به مرور زمان طی سال‌ها این مهارت رو بتونه کسب بکنه. و واقعیت اینه که تقریبا همه شغل‌ها همین وضعیت رو دارن، بدون تجربه کردنش نمیتونن اون افراد نمیتونن مهارت رو کسب بکنن. و البته این خلأ رو از شاید 50-60 سال پیش دانشگاه‌ها مشاهده کرده بودن. ما میبینیم که نصف فرایند آموزش رشته‌های پزشکی داره توی بیمارستان‌ها اتفاق میفته. یعنی یک دانشجوی پزشکی با دیدن کیس‌های واقعی پزشکی هست که میتونه پزشک بشه. پس تنها راهی که واقعاً آموزش به معنای واقعی آموزش بتونه کامل بشه و ما مهارتش رو بتونیم کسب بکنیم اینه که کیس واقعی ببینیم، درگیر مسائل واقعی و چالش‌های واقعی بشیم و زمان امتحان کردن اون دقیقاً در حین تحصیل، نه بعد از پایان تحصیلات، و بعد براش اولویت قائل بشیم، براش زمان بگذاریم، رزومه درست کنیم و از شرکت‌ها بخوایم که اصلا ما رو به عنوان کارآموز قبول بکنن. وقتی میگم به هر قیمتی، یعنی میتونه این باشه که ما شرط تعیین نکنیم که با شرایط و ویژگی‌های خاص، یا اگر شرکت محترم تو احترام لازم رو برای دانش من قائل بودی من میام برات کارآموزی میکنم، نه، فقط یک شرط بگذاریم و اون این که اجازه بده من درگیر روتین واقعی و چالش‌های واقعی بزنست بشم. و باز وقتی میگم به هر قیمتی، شاید قیمتش این باشه که اون پولی که میخوایم بدیم بریم یه مؤسسه آموزشی یه دوره بگذرونیم، بدیم به یه شرکتی و ازش بخوایم یه ماه دو ماه اجازه بده که ما توی اون شرکت درگیر موفقیت‌های اون شرکت و درگیر چالش‌های اون شرکت بشیم. من یه 3 سالی مشاور جذب نیروی دانشگاه IIT بودم توی هند. از 5 تا قاره دنیا سالی 2 هفته می اومدن توی این دانشگاه، بچه ها رو مصاحبه می کردن و برای حالا یا به عنوان استخدام می کردن برای ببرن توی شرکت خودشون کار کنن یا حتی برای جذب کارآموز. و من خیلی مصاحبه های زیادی با فارغ التحصیل ها یا دانشجوهایی که در شرف فارغ التحصیلی بودن انجام دادم. و واقعیت اینه که بچه های ما حتی نزدیک به اون فارغ التحصیلان هم نبودن. نه از نظر هوش و استعداد، نه. از نظر قدرت اون دانشجویان IIT در اثبات خودشون با استناد به تجربیات کارآموزیشون، با استناد به پروژه هایی که انجام داده بودن و با استناد به فعالیت های جانبی که در حین تحصیلشون انجام میدادن.
و تلاش می‌کردن مصاحبه‌گر رو قانع بکنن که من می‌دونم علایقم چی هست و من پتانسیل‌های خودم رو پیدا کردم و من روابط کار می‌دونم چیه، کامیونیکیشن سکیل می‌دونم چیه. و جالب اینجا بود که شرکت‌هایی که می‌اومدن اونجا این بچه‌ها رو مصاحبه می‌کردن، این فعالیت‌های جانبی دانشجو براشون اولویت بیشتری داشت تا درجه تحصیلات اون بچه‌ها. سوم، از مردم و از متخصصین یاد بگیریم، نه فقط از کتاب‌ها. توی دانشگاه UCLA و آکادمی اطفال آمریکا تحقیقاتی انجام دادن که توی اون تحقیقات نشون میداد بچه‌هایی که توی خانواده‌های تحصیل کرده بزرگ شدن معمولاً سطح تحصیلات بالاتری داشتن. حتی نشون میداد بچه‌هایی که زیر دست والدین پرتوقع و با انتظارات بالا قرار گرفتن معمولاً شانس موفقیت بیشتری توی آموزششون داشتن. جولیان هلمن توی مقالش توی فوربس می‌نویسه من چون در یک خانواده کارآفرین بزرگ شدم فهمیدم کارآفرین انعطاف‌پذیره، صبوره و از ارتباطاتش استفاده می‌کنه و ادعا می‌کنه بچه‌هایی که در خانواده‌های کارآفرین بزرگ میشن مقاومت بیشتری در مقابل چالش‌ها دارن و می‌دونن برای رسیدن به نتیجه باید صبر کرد و تلاش کرد. و واقعیت اینه که این اتفاق فقط در یک خانواده نمی‌افته. به کمک افرادی می‌افته که ما انتخابشون می‌کنیم که باهاشون زمان بگذرونیم. در واقع ماییم که انتخاب می‌کنیم می‌خوایم شکل کیا بشیم. یا ممکنه بگید در یک حیطه مشخص، در یک حوزه مشخصی، در یک تخصص مشخصی میخوایم شکل کیا بشیم. آینده ما میخوایم کیا باشن. و در واقع وقتی در کنار اونها قرار میگیریم، با اونها زمان میگذاریم، اون باعث میشه که بتونیم خیلی سریعتر با آینده اونها برسیم. و این اتفاق لزومی نداره حتما در هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌ها بیفته. ممکنه در یک جلسه نیم ساعته با یک آدمی باشه که با یک نگاه متفاوتی آشنا بشیم، نه لزوماً بگم یک تخصص خاصی رو در اون نیم ساعت کسب می‌کنیم. یه مثال جالب و کوچیکی براتون بزنم. یادم 13-14 سال پیش بود، یه شرکت اروپایی اومد پیش من و گفت من دنبال استخدام مهندسم. بهش گفتم خب چه مهندسی میخوای؟ گفت مثلا برام فرق نداره که چه مهندسی، من کسی میخوام که مهندسی خونده باشه. گفتم بابا تو ایران مهندسی ما داریم از برق و کامپیوتر و شیمی، مکانیک، سیویل، انواع مختلف و زمین تاسوب، اینا با هم فرق دارن، چطور برای تو فرق نمیکنه که کدوم یکی از این مهندسا باشه؟ گفت ببین دانش فنی که اون شخص باید داشته باشه تا از پس کار توی شرکت من بر بیاد و همینجا باید یاد بگیره، یعنی با آشنایی با صنعت من رو باید بیاد توی شرکت من و واقعا تجربه کنه و بتونه یاد بگیره. من از مهندسی که میخوام استخدام بکنم قدرت حل مسئله‌شو میخوام و مهندس با مسئله هایی که توی دانشگاه حل کرده امروز به یه نقطه‌ای میرسه که میتونه مسئله رو شناسایی کنه، به کمک دیتا تلاش کنه تا بتونه سلوشن و اون راه حلش رو پیدا بکنه. و این اولین بار بود که نگاه من به رشته مهندسی از یک حالت فنی تبدیل شد به یک حالت تحلیلگری. پس شادوینگ یا در کنار آدم‌های مختلف قرار گرفتن قطعاً میتونه کمک کنه بهمون که دید متفاوت تری داشته باشیم و تخصصی که می‌خوایم کسب بکنیم و میونبر و جهشی بزنیم به آینده اون افراد. و در نهایت کشف و اکتشاف کنیم. ببین ما خدای تکرار فرایندهایی هستیم که جلومون می‌بینیم. یعنی کاری رو می‌کنیم که همه می‌کنن. یکی از راه‌هایی که همه میرن. روشی رو انتخاب می‌کنیم که همه انجامش میدن. و این خب به هر کدوم از مراحل زندگیمون و انتخاب‌هامون می‌تونه ربط پیدا بکنه. و واقعیت اینه که اگر اون روش‌هایی که همه میرن و نتایجی که همه دارن میگیرن همونایی هست که ما دوستش داریم و همونایی هستش که ما می‌خوایم داشته باشیمشون، پرفکت، یعنی اون نتیجه‌ای که مطلوب ما هست مسیرش هم قاعدتاً همون روش و همون انتخاب رو باید طی کنیم. ولی مشکل وقتیه که ما اون نتیجه‌ای که افرادی که همه دارن میگیرن لزوماً اون نیست که ما دنبالش هستیم. جایگاهی که داریم می‌بینیم اطرافیانمون دارن، شرایطی که دارن با ایدئال‌های ذهنی ما متفاوته. پس قاعدتاً در چنین شرایطی اگر نتیجه متفاوت می‌خوایم بگیریم باید مسیر متفاوتی انتخاب بکنیم و برای گرفتن
نتیجه متفاوت و مسیر متفاوت باید نگاه متفاوت داشته باشیم. و نگاه متفاوت داشتن لازمش اینه که جستجو کنیم و نگاه های دیگر رو پیدا کنیم، روش های دیگر رو پیدا کنیم، تفاوت ها رو بگردیم و پیداشون بکنیم. افرادی که آتش پیدا کردن تفاوت ها رو دارن معمولا آپشن های بیشتری رو پیش روی خودشون میبینن برای امتحان کردن و جسارت میکنن، روشی رو انتخاب میکنن که لزوما همه اطرافیانشون ممکنه انجام ندن. زمانی که من از دانشگاه فارغ التحصیل شدم به عنوان یک مهندس، خب مهندس قداست خودش رو داشت و مهندس باید مهندس میشد. و من به صورت اتفاقی مواجه شدم با یک پوزیشن شغلی که هیچ ارتباطی به رشته مهندسیم لزوما نداشت. حوزه فروش و بازاریابی بود برای یک محصول آنلاین. حالا محصول آنلاین هم خودشون موقع ها خیلی تعریف مشخصی نداشت. فروش و بازاریابی هم از نگاه افراد در شأن یک مهندس نبود که امتحانش بکنه. ولی دوست داشتم امتحانش کنم. روشی متفاوت بود که می‌دیدم یه عده‌ای تو دنیا دارن امتحانش می‌کنن. گفتم نهایتش اینه که یه مدت میرم سراغش و بعد دور برمیگردم میشم مهندس. و زمانی که شروع کردم بارها و بارها اطرافیانم حتی اساتید دانشگاه به من گفتن آسیه حیف تو نیست که مهندسی ولی داری این کار رو انجام میدی. ولی ولش نکردم، ادامهش دادم و اعتقاد دارم امروزی که من در چنین جایگاهی قرار گرفتم و موفقیت هایی که امروز کسب کردم قطعا یکی از دلایلش انتخابی بود که اون روز یک داشتم. و رفتن روش متفاوت، کاری که همه لزوما انجامش نمیدن، قطعا سخته. ولی جالبه بدونین که گالاپ روی تحقیقی که روی 80,000 تا مدیر انجام داد تا پیدا کنه مدیران موفق چه ویژگی های خاص خودشون رو دارن، به این نتیجه رسید که مدیران خب بک‌گراند های متفاوتی دارن، گذشته های متفاوت و روش های متفاوت دارن. ولی یک ویژگی همشون این هست که تردیدی در شکستن باورهایی که زایده خرد جمعی اطرافیانشون هست نداشتن و جسارت کردن روش متفاوتی رو امتحان کردن و موفق شدن. پس اگر نتایجی که همه میگیرن نتایج مطلوب ما هست، میتونیم همون راهی رو بریم که همه میرن. ولی اگر نتیجه متفاوتی رو دنبالش هستیم، راه متفاوتی رو میریم. و در مجموع من فکر میکنم آموزشی که با هدف ما شروع میشه، شکل میگیره و جهت پیدا میکنه. آموزشی که در کنارش تجربه کردن کیس‌های واقعی و فعالیت‌های جانبی هست. آموزشی که ما از آدم‌هایی که در کنارمون میسازیم میتونه نشأت بگیره. و در نهایت، با یک روحیه جستجوگر پیدا کردن راه‌های مختلف و پیدا کردن تفاوت‌ها، این میتونه یک آموزش کاملی رو بسازه که تضمین کننده ی آینده ماست.